با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع می کنیم. فصل 5 قسمت 1 تعریف ملکوت. فصل‌های قبلی این کتاب نشان دادند که هدف خداوند پاداش دادن به مؤمنان خیش با زندگی ابدی به هنگام بازگشت مسیح است که این زندگی ابدی روی زمین سپری خواهد شد. وعده‌های مکرر خداوند در این زمینه هیچگاه به این نکته اشاره نکردند که مؤمنان به بهشت خواهند رفت. مژده ملکوت خدا متی 4 باب 23. به شکل وعده‌های خداوند درباره زندگی ابدی روی زمین به ابراهیم وحی شد. غلاطیان 3 باب 8. بنابراین ملکوت خداوند زمان پس از بازگشت مسیح است که وعده‌ها تحقق می‌یابند. با وجود آنکه خداوند در نهایت فرمانروای کل خلقت حتی در حال حاضر است، به بشر اختیار داده بر جهان و زندگی خیش به هر شکلی که بخواهد تسلط داشته باشد. بنابراین در حال حاضر جهان به صورت ملکوت بشر می باشد. دانیال 4 باب 17. در زمان بازگشت مسیح سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او می شود و او تا ابد سلطان است. مکاشفه 11 باب 15. در آن زمان اراده و خواسته های خدا به طور کامل و آشکار در زمین اجرا خواهد شد. از این رو دستور مسیح به ما عبادت است. ملکوت تو برقرار گردد. خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست بر زمین نیز اجرا شود. متی 6 باب 10. به این دلیل ملکوت خداوند عبارتی است که با ملکوت آسمان قابل معاوضه است. متی 13 باب 11. رجوع به مرقس 4 باب 11. توجه داشته باشید که ما هرگز عبارت ملکوت در آسمان را نمی خوانیم. ملکوت آسمان است که توسط مسیح در زمان بازگشت او بر روی زمین استقرار خواهد یافت، چون اراده خداوند در آسمان به طور کامل توسط فرشتگان اطاعت می شود. مزامیر 103 باب 19 و 21. بنابراین در زمان ملکوت آینده خداوند ساکنان زمین تنها پریزکاران خواهند بود، کسانی که با فرشتگان برابرند. لوقای 20 باب 36. بنابراین ورود به ملکوت خداوند در زمان بازگشت مسیح نتیجه نهایی تمامی تلاش‌های ما در این دنیاست. به همین دلیل داشتن درکی صحیح از مفهوم ملکوت خداوند بسیار حیاتی است. متی 25 باب 34 و اعمال رسولان 14 باب 22. موعظه فیلیپ در مورد مسیح که به عنوان آموزش دهنده چیزهایی مربوط به ملکوت خداوند و نام عیسی مسیح توصیف می شود. اعمال رسولان 8 باب 5 و 12. در هر بخش خود به ما یادآوری می کند که چطور ملکوت خداوند محتوای اصلی موعظه پولس بوده است. اعمال رسولان 19 باب 8، 20 باب 25، 28 باب 23 و 31. بنابراین درک کامل ما از اصول ملکوت خداوند با توجه به اینکه بخش حیاتی پیام بشارت را تشکیل می دهد دارای اهمیت بسیار زیادی است. ما باید آزمایش سخت ورود به ملکوت خداوند را بگذرانیم. اعمال رسولان 4 باب 22. این نوری است که در پایان تونل این دنیا وجود دارد و از این رو انگیزه ایست برای انجام فداکاری هایی که در زندگی واقعی مسیحی وجود دارد. بخت النصر پادشاه بابل میخواست از آینده دنیا با خبر شود. به باب دوم دانیال نگاه کنید. به او مجسمه بزرگ ساخته شده از فلزات مختلف نشان داده شد. دانیال سر طلایی آن را به عنوان نشان دهنده پادشاه بابل تفسیر کرد. دانیال 2 باب 38. بعد از او قرار بود جانشینی از امپراتوری های بزرگ در اطراف اسرائیل بیایند که نتیجه آن موقعیت شود که در آن همانطور که دید پاها و انگشت های مجسمه قسمتی از آهن و قسمتی از گل بود، این نشان می دهد که سلطنت تقسیم خواهد شد و بعضی از قسمت های آن مثل آهن قوی و بعضی مثل گل ضعیف خواهند بود. دانیال 2 باب 42. توازن قدرت در حال حاضر در جهان بین ملت ها دونیم می شود، بعضی قوم بعضی قوی و بعضی ضعیف. سپس دانیال سنگ کوچکی را دید که به پای مجسمه برخورد کرد، آن را ویران کرد و خود تبدیل به یک کوه بزرگ شد که تمام دنیا را پر کرد. دانیال 2 باب 34 و 35.
این سنگ نشان دهنده مسیح بود. متا 21 باب 42 و اعمال رسولان 4 باب 11 و افسسیان 2 باب 20 و اول پتروس 2 باب 4 و 8. کوهی که او در تمام زمین ایجاد خواهد کرد نشان دهنده ملکوت جاوید خداوند است که در زمان آمدن دوم وی ایجاد خواهد شد. این پیشگویی به خودی خود گواهی بر ملکوتی است که در زمین خواهد بود و نه در آسمان. اینکه آیا ملکوت تنها در زمان بازگشت مسیح به طور کامل استقرار خواهد یافت موضوع بخشای دیگر است. پولس از مسیح و داوری وی بر زندگان و مردگان در پیشگاه خداوند و عیسی مسیح سخن میگوید. دوم تیموتائوس 4 باب 1. آیه میکائیل 4 باب 1. نظر دانیال را در مورد ملکوت خداوند به صورت یک کوه عظیم تعریف کرد. و اما در روزهای آخر کوه خانه خداوند مشهورترین کوه جهان خواهد بود. سپس توصیفی از این که این ملکوت بر روی زمین چطور خواهد بود می آید. میکا 4 باب 1 و 4. خداوند به مسیح تخت داوود در اورشلیم را خواهد بخشید. او مردی بزرگ خواهد بود. سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت. لوقای 1 باب 32 و 33. این نکته ایجاب میکند زمانی وجود داشته باشد که در آن عیسی شروع به حکومت بر تخت داوود میکند و فرمان رواییش آغاز میشود. در زمان بازگشت مسیح خواهد بود. جمله سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت به آیه دانیال 2 باب 44 مربوط میشود و خداوند تخت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت کند. آیه مکاشفه 11 باب 15 از زبان مشابهی در توصیف چگونگی وضعیت مسیح در زمان بازگشتش استفاده می کند. سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد و او تا ابد سلطان است. مکاشفه 11 باب 15. شایان ذکر است که باید زمان مشخصی وجود داشته باشد که ملکوت خدا و حکومت زمین به دست مسیح آغاز شود و این زمان هنگام بازگشت وی خواهد بود. آمین.